سارا به بیمارستانه. چند سالیه که با گسترش دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی، بازار بلاگری در ایران داغ شده. این پدیده نوظهور اونقدر همه‌گیر شده که به حوزه‌های مربوط و نامربوط زندگی و کار ایرانی‌ها رسیده. از جمله این که بعضی پزشک‌ها هم به این حوزه وارد شدند و حالا پزشک بلاگرهایی داریم که کارهای عجیب می‌کنن. امروز بیماری را در مطبم ویزیت کردم که به دلیل ابتلا به ایدز قصد خودکشی داشت. دیروز بیمار خانمی داشتم که یک بار خودکشی کرده بود. چند روز پیش یکی از بیمارانم درباره رابطه خانوادگیش برایم توضیح داد. در مورد رنگ مطبوع ازش پرسیدم که گفت بله مطبوعم قیری شده. با شک به خونریزی گوارشی سری برای سرم پر. استفانه هفته پیش یک مادر کودکش رو آورده بود بیمارستان و میگفتش که اینا اما فقط بخش کوچیکی از روایت‌هایی که پزشک بلاگرها بدون هیچ ملاحظه‌ای در فضای مجازی منتشر کردند. این پزشکا مشکلات، بیماری و مسائل شخصی بیمارانشون رو در صفحه مجازیشون به اشتراک میذارن، در حالی که رازداری و حفظ اطلاعات پزشکی بیمارها و مراجعان یکی از اصول اساسی اخلاق پزشکیه. متاسفانه در جامعه ما پزشک بلاگری به قدری مد شده که بعضی از دانشجوهای پزشکی که هنوز تحصیلاتشون به پایان نرسیده تبدیل به پزشک بلاگر شدن. در واقع اغلب پزشک بلاگرها از فضای مجازی برای تبلیغ مستقیم یا غیر مستقیم کارشون هم استفاده میکنن و با یک تیر دو نشون میزنن. اونا با اشتراک گذاشتن داستان بیمارهایی که روایتهای خاص دارن مخاطب و دنبال کننده جذب میکنن تا دانش و مهارت خودشون رو تبلیغ کنن و تعداد مراجعان مطبشون رو بالا ببرن. بعضی از جراحای زیبایی هم از همین روش استفاده میکنن و تصاویر قبل و بعد از تزریق ژل و بوتاکس یا جراحی‌های پیکرتراشی بیمارشون رو منتشر میکنن. در حالی که بر اساس ماده 87 آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی انجام هر گونه عکس برداری و فیلم برداری از بیمارها با هدف تهیه محتوای آموزشی یا استفاده در فرایند پژوهشی یا درمانی و مانند اون تنها پس از کسب اجازه از بیماران مجازه. همینطور در مواردی که هویت فرد مشخص باشه رضایت اخذ شده باید حتما مکتوب باشه. یه متخصص اخلاق پزشکی در این باره میگه تبدیل شدن پزشکان به سلبریتی از دیدگاه اخلاق پزشکی منفی نیست، اما چنین کاری باید به ارتقای آموزش همگانی کمک کند و همچنین پزشکان نباید از بیمار کرامت‌زدایی کنند و اسرارشان را فاش کنند. در نهایت کارشناسان این حوزه معتقدند تدوین شیوه‌نامه‌های اخلاقی با جزئیات دقیق و بروز در کنار ترغیب کادر درمان به رعایت حداکثری این شیوه‌نامه‌ها تنها چاره مقابله با آسیب پزشک بلاگریه. این رویکرد که در اغلب کشورهای پیشگام دنیا در حوزه سلامت و آموزش پزشکی اجرا میشه در ایران هم میتونه مفید و سودمند باشه.